بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، وقت شما بخیر. به آنلاین مضمون ویست واتر انجینیرینگ قرار داریم. ما به مضمون ویست واتر انجینیرینگ 8 چپتر قبلا در لکچرهای آنلاین خوندین و امروز چپتر 9 شروع میکنیم و این آخرین چپتر مضمون ویست واتر انجینیرینگ هست. ما در این چپتر به نام ویست واتر تریتمنت یا تصفیه فاضلاب ها صحبت میکنیم، چون قبلا ما دیزاین سیستم های فاضلاب رو هار خوندین و همچنان در قسمت های از چپتر ها ما اجزای ضروری، اجزای مورد نیاز یک شبکه فاضلاب یا کانالیسیون مطالعه کردیم. همچنان ما سیپتیک تانک یکی از مراحل تصفیه فاضلاب ها در خود ساحه بود، او قسمت را ما مطالعه کردیم و به خاطر که در سیستم در مضمون ویست واتر انجینیرینگ مطالعه زباله های جامد هم های اهمیت بود، او هم در چپتر 8 خوندیم. حال در چپتر 9 بحث ما تریتمنت یا تصفیه خود فاضلاب ها هست. ما چرا فاضلاب ها تصفیه میکنه؟ مشکل برای چی هست؟ ببینیم، در فاضلاب ها سولید یا ذرات جامد وجود داره که وقتی اینها با محیط زیست و بادی آب یک جای بشه، زیبایی آب را از بین میبره، آب بسیار آلوده میسازه. پاتوجنز یا خود موجودات زنده ریز مثل باکتریا و ویروس ها که در فاضلاب ها وجود داره باعث انواع مریضی ها میشه. مواد عضوی که در فاضلاب ها ارگانیک متر وجود داره، این مواد عضوی باعث میشه که اکسیژن منحل شده در فاضلاب ها استفاده بشه، به خاطر که پاتوجنز ها یا مایکرو ارگانیزم ها برای تجزیه مواد عضوی اکسیژن داخل آب می گیرن و میتونن به اون قسمت بدن فاضلاب ها تجزیه بشه از نگاه مواد عضوی. نیوترینت ها هست، در نیوترینت ها میفهمین که بیشتر در مواد غذایی و در فاضلاب ها نیوترینت ها وجود داره. وقتی این نیوترن ها در آب محیط های آبی رها بشه، در صورت که آب استاده باشه، روی از اونا الجی ها رشد میکنه، سبز رنگ میشه. اینو موجودیت نیوترن ها هست در خود فاضلاب ها. و همچنان ارگانیکس یا میتلز میتونه فلزات یا فلزات سنگین باشه که اینا تاکسیسیتی یا زهری است. این قسمت بیشتر در فاضلاب های صنعتی وجود داره. مهم، چند نوع تصفیه وجود داره. یک تصفیه آن سایت هست، یعنی در خود ساحه تصفیه میکنین که همو سیپتیک تانک میگفتین، که سیپتیک تانک یکی از گزینه های برای تصفیه فاضلاب در خود همو ساحه هست. دوم، تصفیه میتونه به صورت غیر متمرکز صورت بگیره، مثلا هر ناحیه، هر قسمت مثل شفاخونه، مثل خود پانتون ها از خود اینها تصفیه خونه شخصی خود خور دارن که به نام تصفیه خونه های دیسنترالایز یعنی غیر متمرکز یاد میشه. و یا میتونه که تصفیه خونه ها متمرکز باشه، یعنی بسته شهر فاضلاب از او جمع بشه در یک نقطه تصفیه بشه که همی مشکلات در خود محیط زیست کم بشه. به اساس میتونن که سنترالایز یا یک تصفیه خانه مرکزی بسازن. یکی از راه های دیگه که وجود داره برای تصفیه فاضلاب ها، مثلا شما میتونیم انلاین تریتمنت داشته باشه. انلاین تریتمنت در چی میگن؟ فرض کنیم یک شرک سن در شرک صنعتی یک صنعت وجود داره که همی آب که برای شستشو استفاده میشه
اینا دوباره میتونه در یک حاشیه تنشین بشه، پس برای اون مرایل شستشو استفاده بشه. مثلا اگر ما یکی از اون نمونه ها مثلا لبلبو برای ساخت شکر اینا استفاده بشه، لبلبو وقتی با خاک یک جای میه، شما میتونین در مرحله اول که شستشو میکنین خود همی لبلبو ها، میتونین همی فاضلاب تولید شده از این انتقال بدن به یک دو تا آسچه، یا از چهار رسوبات از این میگیره، پس میتونه شما برای شستشو همین مراحل استفاده کنه که یک گزینه برای تصفیه خود فاضلاب ها هست که این به نام انلاین تریتمنت یاد میکنه. خب ما لیول ها یا سطوح تصفیه خونه چی قسم داریم؟ لیولز آف تریتمنت یعنی چند لیول، چند سطح تصفیه داریم. یکی پرایمری هست یا ابتدایی بر از اون بگین. در مرحله اولی فیزیکلی یعنی از نگاه فیزیکی تصفیه میشه، مثلا ذرات جامد و ذرات مواد عضوی که در فاضلاب ها هست، اینها در این مرحله رسوب میکنن. و در سیکندری یعنی در مرحله دوم، در سطح دوم بیولوژیکلی یعنی از نگاه بیولوژیکی تصفیه میشه، خود مواد عضوی نیوترن ها وقتی در خود با فاضلاب ها وجود داره، به صورت بیولوژیکی ما میتونن که فاضلاب در فاضلاب ها ویروس ها، باکتری ها، باکتری ها رشد میکنه، باکتری ها مواد عضوی تجزیه میکنن، استفاده میکنن، اینا به شکل لجن ها رسوب میشه در این مرحله. ترشری معمولا در ترشری که هست میتونه مرحله سوم باشه، این متفاوت هست. در این مرحله نیوترینت ها و تاکسیک ها گرفته میشه. اگر فاضلاب ها در خود مثل میتل ها داشته باشه، مواد سمی داشته باشه، میتونه در این مرحله گرفته بشه. و دیسینفکشن مرحله آخر هست که ما برای آب تصفیه شده به خاطر از بین بردن پاتوجنز یا همون میکروارگانیسم ها یا باکتری ها میایم کلورین اضافه میکنیم یا دیگه مراحل داریم. در کل برای از بین بردن از این باکتری ها مرحله دیسینفکشن یا ضد عفونی کردن هم میتونه یاد بکنین، میتونه در این مرحله، این مرحله آخر اینا کار بشه. ببینیم تصفیه خونه های فاضلاب میتونه به دو دسته تقسیم بشه. یکی تصفیه خونه های فاضلاب شهری و یکی تصفیه خونه های فاضلاب روستایی بر از اون میگن. مثلا در روستاها بیشتر از لاگون ها یعنی بیشتر از هاوز ها استفاده میکنن برای تصفیه فاضلاب ها، ولی در شهرها بیشتر از سیستم های پیشرفته کار میگیرن که میتونه که اینها مراحلی که کار میشه برای تصفیه از او با مراحلی که در تصفیه خونه های روستایی است بسیار متفاوت است. یک نمونه از تصفیه خونه های روستایی در این قسمت میبینین که یکی از روستاهایی بوده که از تایلند گرفته شده. ببینیم این تصویر پمپ استیشن ها است، یعنی فاضلاب از موقعیتی که تولید شده توسط از این پمپ استیشن ها انتقال پیدا میکنه به تصفیه خونه. ببینیم یعنی توسط پمپ استیشن انتقال پیدا کرده، این ورودی تصفیه خونه است، فاضلاب آمده به تصفیه خونه و در این تصفیه خونه انتقال پیدا میکنه به حوض اولی. در این حوضچه اولی که شما فکر میکنیم یک فضای سبز باشه، بس که روی از این الجی ها رشد کرده، به خاطر که نیوترین ها زیاد است الجی ها رشد میکنه، همین الجی ها سطح از این کاملا پوشانده، این طول از این زیاد هست تا یک کمی فاضلاب ها مسیر طولانی طی میکنن. از نگاه ذرات جامد، ذراتی که معلق هستن، ذراتی که قابل نشست هستن، همگی میتونن در این قسمت نشست کنن، به خاطر که فرصت زیاد است، مقدار جریان فاضلاب ها بسیار کم
و مساحت که داخل از او یا حجم که داخل از او جریان فاضلاب ها میریزه بسیار بزرگ هست، سرعت بسیار کاهش پیدا میکنه و وقتی که سرعت کم بشه فرصت برای رسوب زیاد میشه. از این مرحله باکتری ها هم در این قسمت فعالیت دارن، نه تنها رسوبات فیزیکی صورت میگیره بلکه باکتری ها هم در این قسمت میتونن که فعالیت داشته باشن، مواد عضوی استفاده کنن، اکسیژن منحل شده استفاده میکنن و مواد عضوی تجزیه میکنن و با تجزیه شدن مواد عضوی میتونه که لجن ها در این قسمت رسوب کنه. یعنی قسمت ای موقعیت مکمل پر است از رسوبات که باز اینا میتونن که هر چند سال یک بار پاککاری بشن و بعد از او از حوض اول انتقال پیدا میکنه آب به حوض دوم، که یه حوض دوم تقریبا میشه گفت که آب تا یک حد تصفیه شده، چون از رنگ آب هم در این قسمت دیده میشه که جریان از این طرف آمد به حوض دومی. بعدن در حوض دومی باز هم باکتری ها فرصت زیاد هست، باکتری ها فعالیت میکنن، مواد عضوی که در این فاضلاب ها هست استفاده میکنن و به روند تجزیه ادامه میدن. زمانی که جریان ها از این قسمت ادامه پیدا کنه به قسمت دوم، بعد از این به قسمت که آب تصفیه شده، یعنی از حوض سومی که جریان آب تصفیه شده، یعنی تقریبا میشه گفت اینا تصفیه است به خاطر که رسوبات نداره، از نگاه ظاهری آب تصفیه شده، از نگاه باکتریا و خود مواد عضوی هم تا حد زیاد تصفیه شده. حال این میتونه ای آب که تصفیه شده دوباره استفاده بشه، یعنی ای ریوز بشه. ریوز از ای با کجا میتونه استفاده بشه؟ این میتونه برای زراعت استفاده بشه، این میتونه برای زراعت استفاده بشه که معمولا در روستاها خروجی از ای فاضلاب ها انتقال پیدا میکنه به زمین های زراعتی. او چون رسوبات فیزیکی کاملا گرفته شده، اگر در بین از این مواد عضوی هم وجود داشته باشه بازم میتونه برای ساحه زراعتی مفید واقع باشه. در شرکای صنعتی وقت تصفیه خونه فاضلاب ساخته میشه، باز همین لجن ها از رسوباتی که صورت میگیره، لجن ها که مواد عضوی بعد در سیدیمنتیشن آخری قرار داره، در حوض رسوبی آخری قرار داره، اینها داخل خود از این دایجستر، برای از این دایجستر میگن، داخل از این دایجستر قرار میدن با بعضی مواد افزودنی دیگه، میتونن که گاز میتان تولید کنن که بیشتر در شرکای صنعتی رو از این پروسس کار میکنن. شما دیدیم که یک مقیاس کوچک از این در دهات خود دیوات و جایزت کار کرده، اونا از فضله حیوانی گاز میتان تولید میکنن و در خانه ها، در آشپزخانه ها میتونن از این در دهات استفاده کنن. هم به خاطر از این است که بیشتر وقتی ما میگیم میتان رو بسوزانن، به دلیل از این هست که میتان در غلظت 21 چند گاز کاربون دای اکساید میتونه محیط آلوده بسازه. اگر بیشتر کشورها کوشش میکنن که ایر بتونن این رقم کاربون دای اکساید کاهش بدن تا اینکه برای محیط آلوده نشده و مشکل ساز نباشه. خب این یکی از مثال های هست که در این قسمت میبینین که
یکی از تصفیه خونه های فاضلاب شهری هست که در این قسمت ببینیم ساخته شده، هزینه بسیار زیاد میبره، چون این تصفیه خونه ها مثل تصفیه خونه های روستاها نیست که فقط ما از نگاه فیزیکی فاضلاب ها تصفیه کنیم، بلکه در شهرها باید که کاملا فاضلاب ها تصفیه بشه تا ای که برای محیط زیست مشکل ساز نباشه. خب ما پلنت یا تصفیه خانه فاضلاب بیم ببینیم که چه بخش های میتونه تصفیه خانه فاضلاب در بر بگیره. در این قسمت ببینیم فاضلاب ها از خانه ها، از ادارات، از شرکای سنتی جمع میشه. منتها یک موضوعی باید اینجا یادآور بشین که شرکای سنتی فاضلابایی که تولید میکنن میتونن حاوی فلزات سنگین باشن و یا مواد کیمیایی باشن که در تصفیه خونهای بیولوژیکی نمیتونن تصفیه بشن. به خاطری که ما بتونیم تمام فاضلابهایی که از شرکای سنتی تولید میشن که حاوی فلزات سنگین مواد کیمیایی هستن در تصفیه خونه بیولوژیکی فاضلاب شهری تصفیه کنیم، بعد اونا یک پری تریتمنت بشن، یعنی یک تصفیه از نگاه فلزات سنگین بشن، بعد از اون میتونن برای تصفیه بیولوژیکی و برای تصفیه فیزیکی میتونن انتقال پیدا کنن به تصفیه خانه فاضلاب شهری. یعنی یک گزینه بر از او دارن که چی قسم ها بتونین او قبل از او تصفیه کنن. چون در فاضلاب ها ببینیم اشیاء شناور میتونه وجود داشته باشه که در این قسمت به شکل تصویر دیده میشه که این اشیاء شناور نباید اجازه داده باشن که به تصفیه خونه وارد بشن، چرا که اینها میتونن که مانع جریان ها به داخل واحد های تصفیه خونه بشن و از طرف دیگه ما در تصفیه خونه بیشتر روی در انتقال ها روی پایپ ها تاکید دارن که پایپ ها باید فاضلاب از یک واحد به واحد دیگه انتقال بده یا پمپ استیشن ها باید فاضلاب انتقال بده بین واحد ها، پس نباید که این اشیاء شناور وارد سیستم بشه. برای از این ما میگیم بار اسکرین. بار اسکرین یا میتونه برای از این ما اسکرین یا جالی که با میلگرد کار شده که مانع ورود اشیاء شناور به داخل خود سیستم تصفیه خونه برازی در نظر گرفته شده. خب حال وقت فاضلاب ها اشیاء شناور از اونا گرفته شد، انتقال پیدا میکنن به گریت تانک. گریت تانک چه کار میکنه؟ گریت تانک در صورتی که فاضلاب ها ذرات معاصر با خود انتقال بدن و یایی که ذرات کوچکتر انتقال بدن، باز میتونه که این گریت چمبر طول از این زیاد است، عرضی کم است، تا اینکه این مسیر طی کنه او ذراتی که قابل رسوب هستن در این موقعیت رسوب میکنن و حتی در مواردی دیده میشه که در این گریت تانک یا گریت چمبر برازو میگن همین ماسه هایی که در اینجا جمع آوری شده میتونه تا وقتی اینا از این موقعیت دور کنه میتونه به مواد مثال ساختمان استفاده بشه. مرحله بعدی در بعضی از تصفیه خونه ها وجود داره و در بعضی تصفیه خونه ها این ستلینگ تانک اولی وجود نداره، یعنی تانک رسوبگیر اولی، این هم میتونه رسوبات بگیره، ولی در بعضی از تصفیه خونه ها این ستلینگ تانک اولی ندارن و این هم به قسمت انتخابی است. در بعضی ها ستلینگ تانک اولی دارن، چون در ستلینگ تانک اولی رسوبات فیزیکی بیشتر صورت میگیره، حتی تا 30-40% هم میتونه مواد عضوی که در خود فاضلاب ها هست در این ستلینگ تانک اولی رسوب کن. بعدن فاضلاب ها انتقال پیدا میکنه به ایریشن تانک.
در ایریشن تانک به این قسمت از خود باکتری ها برای تصفیه و تجزیه فاضلاب ها استفاده میکنن. باکتری ها نیاز به اکسیژن دارن، چون اکسیژن منحل شده در آب استفاده میکنن و بعد از او این لجن ها میتونه در کلریفایر دوم یا در ستلینگ تانک دومی رسوب کنه. ای برازی ایریشن تانک به خاطر از این میگیم که ما اکسیژن در ای تانک باید تزریق کنیم. روش های تزریق، یکی اینه که هوار اکسیژن از زیر خود تانک به توسط پیپ ها به شکل حباب بسیار سرعت کم به داخل آب تزریق کنین. یک روش دیگه اینه که از پدل ها استفاده بشه. باید روش ها در صفحات بعد در همین چپتر انشاءالله توضیح میدم و تصاویری هم هست، حتی فیلم هم هست، میتونیم ببینیم که چی قسم ایریشن تانک کار میکنه. بعد از اینکه باکتری ها مواد عضوی تجزیه کردن، در این قسمت رسوب نمیکنن به خاطر که این دوامدار اکسیژن داخل از این تزریق میشه و مانع رسوب میکنن. بعد از اون انتقال پیدا میکنه به کلریفایر یا به هاوسچه که یا تانکی که رسوب میکنه، یک هاوسچه دومی هست. در این قسمت دیده میشه که فاضلاب ها وقت طبیعی قسمت قرار بگیرن فرصت زیاده دارن اینجا رسوب میکنه، رسوباتی که اینجا مواد عضوی بوده اینجا رسوب میکنه، این رسوبات مواد عضوی انتقال پیدا میکنه به دایجستر و خروجی فاضلاب ها، یعنی آب تصفیه شده خروجی به یووی یا کلورین، یا کلورین اضافه میکنیم یا آلتراوایلنت استفاده میکنیم برای دیسنفکشن یا به خاطر از اینکه ای آب ضد عفونی بشه و بتونه که باکتری هایی که در آب وجود داره از بین بره و بعد از اون میتونه به محیط آبی ای آب برگرده. اگر ما خواسته باشیم ای آب به سطح آشامیدنی تصفیه بشه، باز او باید بعد از این انتقال پیدا کنه به تصفیه خانه آب. کلریفایر رسوباتی که این صورت میگیره، همون لجن ها، اونها همگی مواد عضوی هستند، اینا انتقال پیدا میکنن به دایجستر و حتی میتونیم شما چون اینجا ریگ ها گرفتیم از ستلینگ تانگ اولی هم انتقال پیدا کنه به دایجستر همون رسوباتی که صورت میگیره. بعد از او میتونیم شما در دایجستر گاز میتان تولید کنیم، بیشتر هم از این صحبت کردیم، میتونه برق و یا حرارت تولید بشه، از این برق و حرارت میتونیم شما استفاده کنیم. خب در مرحله آخری همی رسوبات که بعد از تولید گاز اینها قابل استفاده نیستن، گزینه های داریم که میتونه اینا توسط موترک ها موترها انتقال بدم یا به انسینریتور جایی که بسوزانن حجم از اونا کم بشه و به محل دفن انتقال بدم، یا میتونن در صورتی که در اینها مواد سمی وجود نداشته باشه میتونن به ساعت زراعتی انتقال بدن و یا که مستقیم به محل دفن انتقال بدن، دفن زباله ها. یعنی برای خروجی سه گزینه وجود داره، یا باید سوختانده بشه که تا 90% حجم اینا کاهش پیدا میکنه، یا به ساعت زراعتی برای رشد گیاهان استفاده میشه، یا در لندفیل موقعیت دفن زباله ها انداخته میشه. این یک ویست واتر تریتمنت تیپیک بود، یعنی یک چیز معمول هست، میتونه در بعضی تصفیه خونه ها گزینه باشه. ما گزینه مثلا برای دایجستر نداشته باشیم، باز گزینه دیگه بزنه دراینگ بگ میتونه استفاده کنه، مثلا از یووی نمیتونه استفاده، کلورین میتونه استفاده، کلورین استفاده یووی استفاده میکنن، هر کدام از این میتونه که گزینه های باشه که
چونی برای همو ساحه مورد نظر نظر به سروی ها شما میتونه ساخته باشه. این یکی از تصفیه خونه های هست که در آمریکا ساخته شده. ببینیم به چه بزرگی هست. این تصفیه خونه فاضلاب شهری هست. چقدر تانک های رسوبگیر داره، حتی از بافل ها استفاده شده که در این قسمت دیده میشه که کل از این یک تصفیه خونه فاضلاب شهری است. وسعت بسیار زیاد کار داره، زمین های بسیار زیاده استفاده شده. ببینیم حتی این قسمت تنها پارکینگ از این موتورهایی که کسانی که کارمند از این ادارات هستن در این قسمت. ببینیم ما در منطقه نای دهم در پایناب یک تصفیه خانه ساخته شده که ظرفیت انکشاف نداره. تصفیه خانه بسیار سطحی ساخته شده، به این دلیل هست که این تصفیه خانه از همون زمان تا به حال هم کار نکرد. ما قسمت هایی که در تصفیه خونه به حیث واحد های تصفیه خونه پیشتر صحبت کردین، هر کدام جدا جدا میبینین که به چه شکل اینا ساخته میشن. بار سکرین هست یا جالی هایی که از میلگرد استفاده میشن. میبینیم شکل، ببینیم میلگرد استفاده شده. اینها میتونه که اشیای شناور اجسام بسیار بزرگر از ورود از اینا به داخل خود تصفیه خونه جلوگیری کنه و حتی از بند شدن و تخریب پمپ ها هم جلوگیری کنه و میتونه اینا بعد از اینکه جمع شد به لندفیل یا موقعیت دفن زباله، چون بیس زباله اینا جمع‌آوری میشه و میتونه به محل دفن زباله ها انتقال پیدا کنه. یعنی به این شکل از وقت فاضلاب ها وارد میشه به این برخورد میکنه. فاضلاب های بدون اشیاء شناور اجسام بزرگ انتقال پیدا میکنه و میتونه ای باز گزینه داره که به صورت دستی یا به صورت میشه گفت اتومات وقتی که هدلاس ها بین ورودی و خروجی زیاد بشه میتونه ای فعال بشه و همو زباله هایی که برو سطح جمع میشن اینا رو پاک کاری کنه. ببینیم شکل من و دستی هم میتونه که توسط افراد پاک بشه و یا میتونه به صورت اتومات به یک سنسور نصب بشه که در ورودی وقتی سطح بند بشه سطح خود فاضلاب ها به قسمت بالا بره، با سنسور ها میتونه که به قسمت کار کنه و مانع گیر موندن خود از این یا بند شدن از این سیستم بشه و میتونه پاککاری انجام بشه و زباله ها انتقال پیدا کنه به موقعیت دفن زباله ها. و در این قسمت میبینین که گریت چمبر در این قسمت گریت چمبر میسازن. گریت چمبر ها چه قسم کار میکنه؟ گریت چمبر ها اهداف مشخص داره به خاطر از این که ما اول اگر ما گریت چمبر گفتم به خاطر میسازن که همون ذرات ماسه و جغل که داخل فاضلاب ها از اونا رو بگیره. یک هدف از اینه که وقت فاضلاب ها انتقال پیدا میکنه به موقعیت هایی که پمپ استفاده میشه یا خود وسایل میکانیکی استفاده میشه، باز از سایش از این پایپ ها از سایدن خود از این پمپ ها جلوگیری میشه. دوم میتونه که به خاطر از این که پایپ ها در زمانی که فاضلاب ها بین واحد های تصفیه خانه انتقال میدن، اگر این رسوبات با اونا انتقال پیدا کنه که قبل از اینکه به پایپ ها انتقال پیدا کنه ما اینا رو نگیرین، باز میتونه در پایپ ها رسوب کنه و پاککاری خود پایپ ها چی بسا دوامدار بسازه و حتی مساحت عبوری از اونا رو کم بسازه. میتونه که دایجستر کلینینگ، اگر ما اینا رو پا در اول جمع آوری نکنیم در سیدیمنتشن تانک اولی که ما خروج لجن ها از اون انتقال میدیم به دایجستر،
جایی که میتونه گاز میتان تولید بشه باز میتونه که مشکل ساز بشه، به خاطر که نیاز به پاککاری برای از او داره و میتونه که وقت سنترفیوگال استفاده میشه در قسمت بعد از او میتونه که این موارد وقت رسوبات جمع بشه برای قسمت مشکل ساز نباشه. این شکل هست که فاضلاب ها اگر از نمای بالایی ما ببینیم، فاضلاب ها وقت از یک مقطع کوچک وارد میشه به یک مقطع بزرگ، سرعت از او کم میشه، رسوباتی که گریت هست همگی از این قسمت رسوب میکنه و فاضلاب بدون رسوبات مثل ماسه انتقال پیدا میکنه به تصفیه خانه. یعنی هم یک نمونه ساخته شده گریت چمبر هست که در یکی از تصفیه خونه ساخته شده، تصویر گرفتم. میبینین که تایی که از این فاصله عبور میکنه این دوتا گزینه بر از این است که اگر یک پاک کاری کنه باز یک دیگه جریان عبور کنه، مثلا وقتی این خواستشان پاک کاری کنن دیگه باز جریان خوب فاضلاب با نمیتونه قطع بشه، جریان دار میتونه یک استفاده کنن بازی پاک کاری بشه، باز ای استفاده بشه بازی پاک کاری بشه. به این شکل میتونن که سیستم تصفیه خونه به صورت دوامدار به کار بنازن و تصفیه خونه کار. خب تا این قسمت از لکچر ای ساعت به پایان رسید. ما یک لکچر دیگه از چپتر نو هومر داریم و از نگاه لکچر ها ما آخرین لکچر هست که در مضمون ویست واتر انجینیرینگ جا با جا شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.